درود، من آرشیدا دانش هستم از ریل تراول، تور لیدرتون تو بازدید از جاهای دیدنی دنیا. امروز میریم کلیسای قرن 6، امپراتوری روم شرقی که عثمانی ها تبدیلش کردن به مسجد، البته خب مثل اکثر کلیساهای استانبول. تاریخ جذابش و رازهاش رو با تمام جزئیات براتون میگم. آماده این؟ Let's go! ساعت 12:30 ظهره، 16 مهر سال 1402. هوا نیمه ابریه و خب البته بادی، چون باید باشه، تو استانبولیم دیگه. تو منطقه فاتیح هستیم، نزدیک دریای مرمره. با اینکه اینجا به منطقه کاخ توپکاپی خیلی نزدیکه، 5-6 دقیقه راهه، ولی توریستای کمی اینجا رو پیدا میکنن متاسفانه. به خاطر همین میگن بهش کم لطفی شده، چون هم داستانش خاصه هم ساختمونش خیلی جذابه. بچه عثمانی ها قبرستون رو دقیقاً اول ورودی مسجد می ساختن. دلیلش چی بود؟ خب همین که مقدس بود، همین که میخواستن آدما به محض اینکه میان تو یاد این حقیقت بیفتن که یه روزی قراره بمیرن، و میگن که میخواستن اینجوری کاری بکنن که آدما حقیقت زندگی رو جشن بگیرن و خب البته دیندارتر باشن. سنگ قبر برای عثمانی ها حکم بیوگرافی رو داره. معمولا دو تا قسمت داشت، یه سنگ افقی، یه سنگ عمودی. اون قسمت بالای سنگ عمودی رو اگه نگاه کنیم یه سری شکلای متفاوت میبینیم که تو هر کدوم فرق داره. اینا هر کدوم یه معنی خاصی داره. چی رو نشون میده؟ کلاه یا عمامه‌ای که اون فرد تو زمان زنده بودنش استفاده میکرد. مثلا پاشا بود، خواجه بود، نظامی بود، صوفی بود. برای خانوم ها معمولا با گل تزیین میشد و با همون سنگ روی سرش یه طرح روسری میزدن. بچه خیلی جالبه این داستان سنگ ها. سعی میکردن تو تمام جزئیات تزییناتی که استفاده میکنن داستان زندگی اون فرد رو نشون بدن، یا اگه مرگش یه جور خاصی اتفاق افتاده بود اون رو هم نشون بدن. انقدر گسترده است که فکر کنین ازش پایان نامه دانشگاه نوشتن. حالا وقتی با هم بریم آرامگاه سلیمانیه، در مورد اینا بیشتر براتون توضیح میدم، خیلی داستانش جذابه. سینت سرگیوس امباکس چرچ، هاگیا سوفیا ماسک، کوچوک آیا سوفیا جامی، یا همون آیا سوفیای کوچیک خودمون. خب همونطور که حد زدین، وقتی میگیم آیا سوفیای کوچیک حتما باید یه آیا سوفیای بزرگی هم در کار باشه. حالا داستان چی بود؟ وقتی عثمانی ها قسطنطنیه رو فتح میکنن، یه لحظه تصور کنید وضعیت اینجوری بود. کلی کلیسا داشتن، بعد براش اسم انتخاب میکردن و خب یه جایی خسته شدن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، یه مسجد 5 دقیقه اونورتر داریم، اسمش آیا سوفیا است، شبیه اینم که هست، بیاین اسم اینم بذاریم آیا سوفیای کوچیک. به خاطر همین شباهت اسمی خیلی ها فکر میکنن که آیا سوفیای کوچیکو به عنوان یه مدل برای آیا سوفیای بزرگ ساختن. خب چون شبیه همم بودن و میگفتن وقتی یه معمار تو اون زمان میخواست یه بنایی رو با عظمت آیا سوفیا بسازه، باید تو ابعاد کوچیکتر تستش میکرد. اما یه تئوری رد شده است، چون هر چقدر هم به ظاهر شبیه هم باشن، معماری اصلیشون با هم فرق میکنه. این کلیسای ارتودکس رو برای قدردانی از سینت سرگیوس و باکس ساختن تو قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی، بین سالهای 532 تا 536 بعد از میلاد. حالا بیایم برگردیم عقب به قرن 4 بعد از میلاد. پس کجاییم الان؟ قسطنطنیه، پایتخت امپراتوری روم شرقی. چه زمانیه؟ سال 300 بعد از میلاد این حدودا. اوضاع چجوریه؟ مسیحیت داره زیاد میشه و رومی ها هم اینجوری هم که اصلا تو کت ما نمیره، یعنی چی یکی خدایان ما رو قبول نداشته باشه، و مسیحی ها یکی یکی دارن پرپر میشه. سرگیوس و باکس دوتا از افراد رده بالای ارتش روم بودن. سرگیوس فرمانده بود، باکس هم افسر زیر دستش بود، جز اشراف حساب می شدن و اتفاقا از آدمای محبوب ماکسیمیان امپراتور روم هم بودن. یه روز که با ماکسیمیان جان قدم می زدن، ماکسیمیان وارد معبد جوپیتر خدای آسمان می شه تا قربانی خودش رو هدیه کنه و می بینه که سرگیوس و باکس نمیان تو.
عصبانی میشه، بهشون دستور میده بیاین ادای احترام کنید، اما سرگیوس و باکس نمیتونن برن تو، چون یکم قبلتر مسیحی شده بودن و هیچ دستوری، حتی دستور امپراتور هم نمیتونست باعث بشه که اینا اعتقاد خودشونو زیر پا بذارن و برن تو. و دقیقا همینجا مسیحی بودنشون فاش میشه، ماکسیمیان متوجه میشه، بیخیال همه وفاداری و کارایی که کردن میشه، دستور میده که بازداشتشون کنن، دادگاهیشون کنن و از دست آویزونشون کنن. حالا اینو داشته باشیم، یه توضیحاتی در مورد خود سرگیوس و باکس بهتون بگم. یه سری مدارک تاریخی هست که میگه این دو نفر بیشتر از یه برادر ارتشی برای همدیگه ارزش داشتن. در واقع اراستای بودن. اراستای یه کلمه یونانیه به معنای لاور یا معشوقه. میگن توی مراسم و تشریفات مذهبی به اسم آدلفوپایسس یا برادر میکینگ، که یه جور مراسم برای اوایل دوره مسیحیت بود که توش افراد همجنس میتونستن با هم ازدواج کنن، این دو نفر با هم پیوند میخورن و یکی میشن. یه کتاب از جان باسول، استاد تاریخ دانشگاه ییل، که تو سال 1995 نوشته، میگه این دو نفر جز سه تا از اولین و مهمترین زوجهای مرد دوره مسیحیتن و جزئیات زیادی رو در موردشون توضیح میده و اینا رو هم همه رو با مدرک ارائه میده و تو کتابش هم برای اولین بار بود که یه مدرک از این دو نفر از یونانی به انگلیسی ترجمه میشده. جالب میدونین چیه؟ تو ارتش روم تو اون زمان همجنسگرایی خیلی چیز اوکی و جا افتاده بود و اصلاً سربازا رو تشویق میکردن به این کار، اما تو مسیحیت یه تابو بود. بعد دستگیریشون هم از همین استفاده میکنن، بهشون لباس زنونه میپوشونن، تو شهر میچرخوننشون تا بخوان تحقیرشون کنن، اما خب موفق نمیشن چون سرگیوس و باکس سرسخت‌تر از این حرفا بودن. تو همون کتاب باسول اومده که با صدای بلند پشت همین دو نفر، همونجوری که با لباس زنونه داشتن میرفتن، داد میزدن که We are dressed as brides of Christ، به ما به عنوان عروس‌های مسیح لباس پوشونده شده. و میگن که خب لباس زنونه هیچ وقت باعث نشده که یه زن دست از پرستش مسیح برداره، پس جلوی ما رو هم نمیگیره. حالا بگذاریم از این که این حرفشون بی ربط بود. بعد از این همینجوری شکنجهشون ادامه داشت تا اینکه باکس از شدت شکنجه میمیره. بعد مرگش به خواب سرگیوس میاد. دیدین هر کی فوت میکنه فرداش همه خوابش رو میبینن؟ این دقیقا همینه، اصلا از همینجا برداشتیم، فقط با این تفاوت که ما همه تو لباس سفید میبینیم، اینجا باکس با لباس فرم ارتشیش اومده. حالا بگذاریم. خیلی حالت نورانی و مقدس و فرشته طور داشت باکس تو این خواب و به سرگیوس میگه برادر من چرا ناراحتی؟ چرا خودتو باختی؟ بلند شو، درسته که منو تو این بدن از دست دادی، ولی پیمان بین ما هنوز پابرجاست. عجله کن، دنبالم بیا، منو تصاحب کن، چرا که تاج عدالت برای من همراه توست. تو کتاب باسول در مورد این تاج هم توضیح میده. اون موقع تاجگذاری یه قسمتی از مراسم ازدواج بود. سرگیوس همچنان شکنجه میشه و 6 روز بعدش سرش از تنش جدا میشه و با معشوقش یکی میشه. یه چیزی رو اینجا اضافه کنم. تو هر مذهبی وقتی حرف از شهادت میزنیم، پاداش این شهادت یکی شدن با خداست. اما باکس اینجا از یکی شدن با معشوق حرف میزنه و این موضوع انقدر عجیب بود که میگن تو تاریخ شهادت منحصر به فرده. احتمالاً برای همینه که انقدر عشقشون خاص و متفاوت بوده تو تاریخ. تو سالهای بعد بهشون لقب سنت میدن، یه معبد براشون میسازن به اسم سرگیوپولیس و روز یادبودشون میشه 7 اکتبر که فکر میکنن روز مرگ سرگیوسه. کلیساهای زیادی به اسمشون ساخته میشه، البته داستانی کلیسای ما فرق داره ها، یکم جلوتر میرسیم بهش. و تو این کلیساهایی که میسازن بعضی وقتا اسم سرگیوس و باکس با هم بود، بعضی وقتا فقط به اسم سرگیوس ساخته میشد. تا الان تاثیرگذارترین و محبوب ترین قدیس های مرد به حساب میان، طرفدارهای زیادی دارن، مخصوصا بین مسیحی‌های LGBTQ+. یادتونه گفتم کتاب باسول تو سال 95 نوشته شد؟ سال 96 اسم سرگیوس و باکس رو از تقویم رسمی کلیسای کاتولیک روم
حذف میکنن که احتمالاً به خاطر همین جزئیاتی بود که تو کتابش توضیح داد. تو اون سالها مخصوصاً خیلی این مسائل بولد شده بود، خیلی تابو بود، مثل الان نبود. ولی الان روز یادبودشون برگشته و همون 7 اکتبر. حالا بیاین فست فوروارد بزنیم جلو. به چه زمانی 200 سال بعد همچنان تو پایتخت امپراتوری بیزانسیم، زمان حکومت آناستاسیوس. جاستین یه پسر زرنگ از خانواده رعیت وارد ارتش میشه، پله پله خودشو میکشه بالا تا اینکه میشه فرمانده گارد امپراتوری روم. تو سال 518 آناستاسیوس امپراتور میمیره و جاستین، پسری که از جامعه روستایی بود و الان تبدیل شده به بالاترین رده ارتش امپراتوری روم، شورش میکنه. موفق هم میشه و میشه پادشاه بعدی امپراتوری بیزانس. همه این کار رو تو چه سنی میکنه؟ 68 سالگی. 68 سالگی اون موقع خیلی بود. تو این 200 سال که گذشت دیگه مسیحیت یه مذهب قبول شده است. اتفاقا جاستین هم یه ارتودکس خیلی سفت و سخت و محکمه. تو دوره حکومتش میتونه رابطه بین کلیسای روم و کلیسای قسطنطنیه رو خیلی اوکی بکنه. خودش هم رابطه خیلی خوبی با پاپ داشت. اما کسی که خودش شورش میکنه و اینجوری به حکومت میرسه، همیشه این داره تو سرش میچرخه که همه میخوان بر علیه من توطئه بکنن. جاستین یه برادرزاده داشت به اسم جاستینین که وارث تاج و تختش بود و این توهمات جاستین انقدر ادامه پیدا میکنه تا اینکه به این نتیجه میرسه که جاستینین داره بر علیه من توطئه میکنه. دستور میده زندانیش کنن و سرشو از بدنش جدا کنن. اما تو این فاصله یه اتفاقایی میفته. دوستامون یادتونه دیگه، سرگیس و باکس میان به خواب جاستینی شب. بهش میگن که جاستینین توطئه نکرده، تو الکی دستگیرش کردی، آزادش کن. و جاستین هم از خواب بیدار میشه و نفس نفس زنان. شوخی نیست که فکر کنید شما یه ارتودکس معتقدین، بعد دو تا از شهدای مسیحیت که خیلی محترمن و قدیسن میان تو خوابتون میگن یه کاری بکنید. بعد گوش بدین دیگه. بدو بدو بلند میشه میره اونجایی که جاستینین رو زندانی کرده بودن، قضیه رو براش توضیح میده و آزادش میکنه. جاستینین هم میگه من برای قدردانی از این قدیس ها به اسمشون یه کلیسا میسازم. جاستینین به قولش عمل میکنه. یکی از اولین کارهایی که بعد از به حکومت رسیدن انجام میده ساخت کلیسای سرگیس و باکسه. حالا کلیسا رو کجا میسازه؟ تو کورتیارد یا همون باغ جلوی کاخی که قبل امپراتوری توش زندگی میکرد، هورمیستاس پلس. اینو داشته باشین، یه چیزی در مورد این کاخ هورمیستاس براتون تعریف کنم که مربوط میشه به ایران. تو سال 323 میلادی ساسانی ها تو ایران حکومت میکردن. یه شاهزاده ایرانی به اسم هرمز، پسر هرمز دوم، زندانی میشه. احتمالاً این داستان بعد مرگ پدرش بود و احتمالاً اشراف ایران هم بودن که زندانیش کردن. هرمز همسر زرنگی داشت، فراریش میده و اونو میفرسته به قسطنطنیه. هرمز میره به دربار کنستانتین اول، امپراتور اون زمان. کنستانتین هم خیلی خوب قبولش میکنه و یه کاخ هم بهش میده نزدیک دریای مرمره، کاخی که معروف میشه به هورمیستاس، لاتین اسم هرمز. یه قسمت از خرابه های این کاخ هنوز هست و حتی خرابه هاش هم جذابه. حتما یه روز با هم میریم اونجا. اسم این کاخ الان تبدیل شده به بوکولین. دلیل اینکه حالا اسمش رو تغییر دادن اینه که یه مجسمه جلوی کاخ بود که یه شیری داره یه گاو نری رو میخوره و بوکولین به زبان یونانی قدیم میشه در دهان شیر. برگردیم به داستان خودمون. این کلیسا رو جاستینین و تیودورا همسرش با هم میسازن. میگن هیچی مثل این کلیسا سلیقه جاستینین و تیودورا رو نشون نمیده. تیودورا قبل ازدواجش بازیگر بود و این دو نفر جز سلبریتی های اون موقع محسوب میشدن. البته باید بتونیم کلیسا رو قبل از این که تبدیل به مسجد بشه و دست عثمانی ها بیفته تصور کنیم. خیلی طراحی داخلیش با این فرق داشت. از رنگ طلایی خیلی توش استفاده می شد. میگن اصلا یه درخشش و بازتاب نور خاصی میداد که خیلی جذاب شده بود. کنار این کلیسا یه کلیسای دیگه هم بود به اسم سینت پیتر اند پال.
من نمیدونم چرا همش اسمشون دوتاییه. پیتر اسم بابتیزمال جاستینیان بود. بابتیزمال نیم اسمیه که موقع غسل تعمید و در واقع مسیحی شدن به یه نفر میدن و قبل اسم فامیلشون میاد. این دوتا کلیسا دقیقا چسبیده به هم دیگه بودن. دلیل اینکه نقشه ایا صوفیه هم یکم آف سنتره و یه جوری به نظر میرسه اینه که دقیقا چسبیده به کلیسای سنت پیتر اند پال بود. اما متاسفانه امروز از اون کلیسای پیتر اند پال هیچی باقی نمونده. یکی از بخشای جذاب دوره بیزانس که هنوز تو کلیسا مونده، نوشته هایی که با حروف بزرگ به یونانی رو دیواراش میبینیم. تو این نوشته ها از جاستینیان، تیودورا و سرگیس تعریف میشه و باز اسم باکس بنده خدا اینجا نمیاد. اما برسیم به یکی از رازهای این کلیسا. یه حفره تقریبا عمیق زیر زمین بغل پمپ آب هست که روش رو با شیشه پوشوندن و روش هم دوباره فرش انداختن، یعنی قابل دیدن نیست. تو این حفره یه سنگ بنای خیلی قدیمی هست. سنگ بنا یا سنگ زیربنا چیه؟ اولین سنگ تو ساخت پیه که همه سنگای دیگر رو بر طبق اون میچینن. تو معماری شرقی و مذهبی خیلی چیز معمولی بود یه تشریفات و مراسمی داشت گذاشتن این سنگ بنا و روش تاریخ و اسم معمار و اینا رو هم حک میکردن. گفتیم این سنگ داخل یه حفره بود دیگه. میگن این حفره تو زمان کلیسا بودن اینجا یه سافرینگ هاوس برای راهب‌ها بود، یه جایی که برن اونجا و عذاب بکشن و این کارم خودخواسته انجام میدادن. کلیسا بالاخره ساخته شد اما داستان هنوز تموم نشده. فست فوروارد بزنیم بریم جلو. سال 1453 مهمت فاتح از خاندان عثمانی قسطنطنیه رو فتح میکنه. اسمش هم میذاره اسلامبول. اما فعلا کاری به کلیسای ما نداره. همچنان کلیسای ارتدوکس باقی میمونه تا سال 1506 زمان حکومت بایزید دوم. حسین آقا خواجه ارشد دربار بود. کلیسا رو بازسازی میکنه و تبدیلش میکنه به مسجد ایا صوفیه کوچی. تو بازسازی اولیه ایوون جلوی در ورودی اضافه میشه، مناره اضافه میشه، طرح گنبد رو میان میپوشونن، پنجره ها رو تغییر میدن. یکم جلوتر باز حسین آقا میاد یه فواره تو حیاط جلویی میسازه، یه مدرسه یا تکه صوفی با 24 تا اتاق میسازه و یه حموم هم میسازه که با درآمدش بتونه از مسجد و مدرسه حمایت کنه. گفتیم حسین آقا خواجه ارشد دربار عثمانی بود. خواجه‌های دربار عثمانی دو دسته بودن. خواجه‌های سفید پوست معمولاً از بالکان یا قفقاز می اومدن و توی مدرسه قصر به سربازا خدمت می کردن. دسته دیگه خواجه‌های سیاه پوست بودن. معمولاً از جنوب صحرای آفریقا می اومدن. اینا تو حرم سرا خدمت می کردن. از دوشیزه های پایین رده بگیر تا سیقه های سلطان و رده بالاهای حرم سرا به همه اینا خدمت می کردن. حالا بین اینا کی از همه مهمتر بود؟ خواجه ارشد حرم سرا. چرا مهم بود؟ یه جورایی راه ارتباطی به حساب می اومد. همه چی رو میدونست. به جاهای مهم دسترسی داشت. از پاشاها بگید تا خود حرم سرا هم که بود، حتی به اتاق سلطان هم دسترسی داشت و کلی جاسوس داشت بین خواجه های دیگه و آدم های حرم و تقریبا هم تو همه دسیسه های کاخ دست داشت. حرفشون هم برو داشت. خلاصه بگم که قدرت داشت و مورد اعتماد هم بود. این قدرتش هم دقیقا از همین اطلاعاتی که داشت می اومد. یه لحظه تصور کنید وضعیت کاخ عثمانی رو، همه میخوان احتمالا زیرا به همو بزنن و کسی که اطلاعات داره یعنی قدرت داره. دو تا دلیل اصلی هم داشت که مورد اعتماد بودن. اول اینکه خواجه بودن، پس به زنای دربار و زنای سلطان چشم نداشتن، میتونستن راحت کنترل همه بخشای زنان دستشون باشه. و دومی اینکه نمیتونستن بچه دارشن، پس حداقل خودشون به سلطنت چشم نداشتن. حسین آقا هم خواجه ارشد دربار بود. اما فکر میکنید آخرش چی شد؟ کسی که این کلیسا رو به مسجد تبدیل کرد، حمام و ساخت، تکه رو ساخت و خیلی کارهای مهم و خوب دیگه ای کرد، آخرش به اختلاس محکوم شد و سرش رو زدن همینجا وسط حیات مسجد. قبرش هم تو قبرستون همین مسجده. فکر کنین بریم جلوتر به قرن 20.
بعد از حکومت عثمانی صوفی ها هم قدرت خودشون رو از دست میدن و از اون زمان تا امروز از این اتاقایی که به عنوان تکه و مدرسه ازش استفاده میشد الان به عنوان بازار استفاده میشه، برای اینکه فرهنگ و تاریخ خودشون رو زنده نگه دارن و نشون بدن. یه حالت کافه تور هم داره، میتونیم بشینیم چای و قهوه ترک بزنیم و فضاش کلا وایب باحالی داره. آخر سفرمون هم قراره بریم با یکی از کسایی که اینجا مسئوله صحبت کنیم. بچه ها ایا صوفیه کوچیکو تو دوره عثمانی چند بار بازسازی کردن، اما دوتا زلزله بزرگ اومد و رطوبت استانبول خیلی زیاده، این کامل اوضاعشو به هم ریخت. تو سال 99 تو جنگ بالکان به عنوان سرپناه برای پناهنده ها استفاده شد، اما تیر آخر رو میدونین چی زد؟ ساخته یه ریل قطار دقیقا همین بغل، و ایا صوفیه که جز میراث جهانی یونسکو به حساب میاد رفت تو لیست 100 تا از بناهای در خطر و درش بسته شد. چندین سال بازسازی شد تا سال 2006 ادامه پیدا کرد بازسازیش و بالاخره سال 2006 دوباره درش باز میشه، هم برای بازدید هم برای عبادت. در هرمیستاس مونستری it means nearby 1700 years ago 1800 years ago one Persian guy prince moved to Istanbul Constantinople Theodosius time he was in a different religious but he wanted to change the religious to Christian religious from Persian empire to the Constantinople the emperor giving to him one palace backside of the church The name of Hormistas Palace. The name was Hürmüz. He changed the name to Hormistas. Anyway, and then 200 years later, the Justinianus made this lovely church. He was living backside of the church, that palace, the Hormistas Palace. But the name changed. Hormistas Palace name that year, the 6th century, Justinianus house. He was living his wife Theodora with Justinianus, and he made the church his palace garden. Yeah. And there were one monastery, again the Palace Hormistas Palace, but there were the Hormistas Monastery because he was so religious guy. He changed his religious and he interested too much Christian religious. And next years again the Hormistas Monastery so powerful monastery in the Byzantine Empire East Byzantine Empire but when Turk came to here nearby 13th century crusaders destroyed the city 18% and before the 200 years ago the Turks visited Istanbul and when Turks came to here the Hormistas Monastery wasn't nice and church wasn't nice and architect Sinan touched it he made it the last part of the church and changed the mosque and this monastery changed the medrese you know like a school small one sagir means the küçük küçük medrese like a tekke and like a before the university like a faculty for the judgment and lawyer preparing and for our the culture Aziz Mahmud Hüdayi was living the first room near my 7 years. He has the one more house, the Asian side, the people called, he is flying. But no, he know the geography with his boat, little boat, passing from here, the Asian side, but he know which the closed, the distance. Closest yes, distance. In that same day, the people can see to him the Asian side or the Asian side. People suppose he's flying because he's a religious guy too. But he is just interested with science. He knows the winds coming, you know the waves. Anyway, end of the Ottoman Empire, this kind of the madrasas not using the same beginning. They are not giving the same action like the beginning. And with the Turkish Republic, we changed our education system like Europe. I mean, we opened the high school, universities, and this kind of school system finished. But there is, the government gave this some foundation you can use like a cultural center. And we are one of them. 30 years ago, our foundation took from the government for the cultural stuff. And then
We have one newspaper and the last 30 years we preparing, and every 15 days we are giving free breakfast in here, and we are searching one issue and one professor or academic person giving to us about our history, what happened 1,000 years ago, the people moved this religious, the so peaceful. Because we put our foundation, Hoca Ahmet Yesevi. Hoca means the teacher, you know, like Ahmet is a name, and Yesevi is a 1,000 years ago the people called you from the location name, like a surname. Yesevi is a town in Kazakhstan, but there were the Turkish minority today too. And we put to his name. Why? Because 1,000 years ago people, I say to you, the different religions, like a pagan style, Turkish shamanism, kamanism, we say. And then, but when they met with Islam, they didn't understand this religious because it was the Arabic. And many people talking about the Persian, but the Turks talking Turkish language. But Hoca Ahmet Yesevi explained the Islam religious, the Turkish people in Turkish language, and people understood, felt, and moved this religious with peace. And we are searching today, what happened that days, you know, they carry the wood knife. I mean, it means the no war. And this is the more soft understanding of Islam, and we are carrying the culture for next generation with the center. I hope we are trying. And you are welcoming like you, and we are explaining to from all of the world, from Iran to Argentina, Japan, and everywhere. قرار کلی جاهای خفن با هم بریم. سابسکرایب کنید که جا نمونید. مرسی تا اینجای سفر با من بودید. واقعا امیدوارم به شما هم مثل من خوش گذشته باشه. لطفاً اگه دوست داشتید لایک و شیر کنید تا هم از من حمایت کنید، هم بقیه بتونن این ویدیو رو ببینن. پیش پیش سپاس. کلی مراقبت کنید از خودتون. فعلاً.